دیجیتالی ما بدم و بیام استاک بخرم. رابین هود یکی از موارد خیلی مطرحش هست، یکی میدونید که یک صرافی مشهور توی امریکا هست. محدودیتی که مثل بقیه داره برای ما ایرانی ها که فقط برای کسانی که در خاک امریکا زندگی میکنن و امکان اون گرین کارت دارن و پاس امریکایی و قول معروف دارن، برای اونها فراهم شده نه برای ما. لذا یه مقداری کار سخت میکنه این مسئله. میدونید رابین هود درصد کارمزدش هم خیلی خیلی پایینه، ولی به عنوان یه روش جاهای مختلفی میتونیم بگیم میسه یکی از این موارد. وبسایتش رو من براتون لینکش اینجا بذارم که شما هم زحمت بکشین بعدا سر حوصله نگاه کنید و ببینید. من میتونم بذارم اینجا، نشد. خب من این استاپ شیر بزنم برگردم رو سراغ صفحه اصلی. سایت میسی خلاص تلفظ صحیحش، وبسایتی که این امکان برای من فراهم کرده، اینجا اومده گفته مثلا میتونم حالا قسمتی از سهم اپل رو بخرم، تسلا رو بخرم، آلگو رو بخرم. وقتی رو شو مور مارکت که کلیک کنم، تو این سایت باید رجیستر کنید و خدمتتون عرض شود که صفحه‌ای که باز میشه یه عین صفحه پلتفرم معاملاتی هست که شما منابع مالیتون رو بیتونید بیان اینجا. قسمتی از ارز مورد نظری که ارز مورد نظرتون ببینید، قسمتی از استاک مورد نظرتون رو خریداری بکنید که اینجا هم میبینید که حالا مثلا لیست کرده و یا مثلا حالا تسلا که من بزنم اینجا بوردر بوکش شما دارید نگاه میکنید و کندل هایی که اینجا ساخته بر اساس این خرید و فروش که باید لاگین کنید و رجیستر کنید و بعدم لاگین کنید و ازش استفاده کنید. این یه نمونه ای هست. پس اگر یه جایی شنیدیم که یه همچین سرویسی رو داره ارائه میکنه، خیلی دور از ذهن نیستش، این امکان پذیر هست، ما میتونیم ازش استفاده ببریم. من استاپ شیر بزنم. سوالی هست تا اینجا؟ بله، احراز هویت دارن اکثرشون. بعضی از اینها روی مبلغی که شما دارین میزنین احراز هویتشون رو تغییر میدن، مثلا خیلی گیر نمیدن به من که بیان مشتری ها احراز هویت کنن. البته عددش هم که میتونید معامله کنید عدد کوچیکه، اما تو همین بازار وقتی که شرایط کریپتو خیلی شرایط خوبیه، شاید مثلا خیلی گزینه مناسبی نباشه که شما کریپتوتون رو بدین برین سراغ تبدیلش به استاک، هرچند که یه روش برای معامله. در نظر داشته باشیم که 1001 کلک داره تو این بازار در میاد که بتونن منابع بیت کوینی شما رو از دستتون خارج کنن و بیارن سمت خودشون، که همون که این بیت کوینی از شما میخره داره این همون بیل کلنگ فروش است دیگه، اونو داره معادلش از شما میگیره، بتونم آخرش پول فیات میده، اینم در نظر داشته باشیم. وقتی میفروشی بیت کوین نمیده به، یا اگه بده اکسچنجش یه مقداری این همون چیز است دیگه، یه اسپریدی این وسط میگیره دیگه، یعنی یه ذره گرونتر بهتون میفروشه تبدیل میکنه، که خب اینا هم دنبال منافع خودشون هم، خیلی هم دور از ذهن نیست که همچین کاری رو باید انجام بدهند. بله، بعد بگردیم در خصوص نفت صرافی مورد نظرش رو پیدا بکنیم. اونجا هم البته بروکر مورد نظرش رو باید پیدا بکنیم. اینجا هم به همین صورته که شما این منابع رو میزنید و میتونید این قراردادها رو بخرید. خیلی از صرافی این خدمات رو میدن، اما بعضا با همین محدودیت KYC برای ما مطرح هست
راهکاری که خب خیلی ها دیدم که این مدت دارن استفاده میکنن، حالا توی ترکیه از ظرفیت دریافت پاس استفاده میکنن، یا حالا کارهای مرتبط شبیه اینو در جاهای دیگه دنیا که بتونن حالا یه حساب بانکی داشته باشن، وریفای شده باشه. حتی دوستانی که تو حوزه تولید محتوا توی یوتیوب کار میکنن که حالا کانالشون مونتایز شده، حالا آدم های فعالی هم هستن، کار بسیار بسیار دشواری هم هست این کار، میرن چیکار میکنن؟ میرن تو همین کشورهای دور اطراف که حالا هزینه زندگیشون خیلی بالا نباشه، اقامت شرط سختی برای اقامت نداشته باشه، میرن تو همین زمینه کار میکنن. حالا کسایی که میخوان حرفه ای تو این برن و بلند مدت تر میبینن مسئله رو، باید یه فکر جدی برای این حساب بانکی و بحث ایراد هویت بکنن. این محدودیتی نیستش که مربوط به کلاس ما باشه یا من تعریف کرده باشه، محدودیتی که اونور اتفاق افتاده، نمونه هاشو دیدیم. حتی توی صفحه اینستاگرام هم دو تا اسکرین از صفحه دوستی که کیف پولش به خاطر اینکه با وی پی ان رفته و دیتک شده بود و لاک کرده بودن کیف پولش رو توی بایننس، دیدین که به اشتراک هم گذاشتم. خیلی حال دادن که فقط گفتم 3 روز فرصت داری منابع مالی تو برداری بری. کریپتو گولد، ببینید داستان طلا، یه اینا تو حوزه استیبل کوین ها هستن که اومده، گفتیم دیگه چند 4 مدل استیبل کوین داریم، البته تو این دوره نبود، تو دوره 0 تا 100 بود. تو این 4 تا دوره 4 تا نوع استیبل کوین، یکی از مواردش اینه که بر روی کامودیتیه، میاد روی کالایی میاد میبینه که یکی از اون کالایی ها طلا هست، پس با نوسانات قیمت طلا این هم بالا پایین میشه. جذابیت بسیار خوبی داره از بابت اینکه شما داری انگار حواله یک طلا، میزان طلا رو میخری، یه شمش طلا یا مثلا تعدادی یا قسمتی از اون رو، و نگهداری هم نداری، رو هوا داری یه سفته ای رو میخری، رو همون هوا هم میفروشی و میری، و از اگر بتونی سود بکنی از وسط جزی گذاشی جیبت، اگر نه که جیبت هم رو با لیوریج میزنن میره. در خصوص مکتی هم البته در نظر داشته باشه، من سوالا دارم نگاه میکنم ولی برگردم به ادامه مطلب که دیگه جلسه آخر دیگه جا نمونیم از محتوا. ببینید مکتی یکی از الان بهتون میگم چیه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. مکتی یکی از ابزارهای تکنیکال در حوزه معامله گریه که بسیار هم با ارزش و قویه تو تایم فریم بلند مدت. اجازه بدیم برگردم توی بررسی و ترکیب، به قول معروفی ترکیب سبد خوب از ابزارها رو بهتون معرفی کنم، اونجا با هم میبینیم. اما تو این دوره قرار نبود اصلا در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، صرف اصلا اشاره شده بود اصلا نیازمندیش تو دانستن تحلیل تکنیکال بود. دوستانی که نمیدونستن، من لینک صفحه آپارات و کانال آپاراتمون رو دادم، تو این لینک هم هست، بالغ بر دقیقا 1000 عدد ویدیو هست تو حوزه بازار سرمایه و قسمت عمدهش رو حوزه تحلیل تکنیکالی که میتونید ازش استفاده بفرمایید. کار با ربات رو بیشتر باز میکنین. ببینید بر از تو سوال دقیقتون رو باید بهم بگید چیه. من به شما گفتم که یه مجموعه ربات وجود، ربات اصلا چی هست و اهمیتش چیه توی معامله گری، چه کمک هایی رو ما میکنه، مدل هایی که باهاش کار میکنن چجوریه، یا درصدی از سود با شما شریک میشن یا اینکه بهتون کرایه میدهند، میگن که ماهی انقدر پرداخت کن، جایی هم میتونی پیدا کنی برات ربات بنویسن پولش رو پرداخت کنی بیای بیرون. استراتژی خود شما هست که قاعدتا باید یه دستی هم به پایتون داشته باشین که بتونید، یا حالا نرم افزار مشابه که اون رباتتون رو بهینه بکنید، بک تست هم باید بزنید که اون خب خیلی چیز واضحی هست. حالا هر کدوم از این ربات ها روش ثبت اطلاعاتش، اتصالش به بروکرش اگر بخواد خارج از بروکر روی مثلا سروری کار بکنه، یا اگر روی خود بروکری که با خود بروکر داره کار میکنه متفاوته. یعنی شما میای توی ربات میگی که برای من با، اگر مثلا به فرض میگم یه نمونهش، اگر با این 10,000 تایی که گذاشتم، 10,000 دلاری که گذاشتم رسیدی به مثلا بین مثلا 500 دلار سود کردی، هر چی هست بفروش بیا ببین. یه روش، یه استراتژی. یعنی چی؟ یعنی مثلا چقدر گرفته؟ 5% گرفته از بازار اومده بیرون، براش میارزه. یه موقع نه، میگی که اگر مکدی کراس کرد، نمیدونم این 4 تا شاخص هم اینجوری بود، اون موقع بخر یا این موقع بفروش. که خب حالا اینا دیگه حرفه‌ای تر میشه، سطح بالاتری از رباته، که اینا فقط تنظیمه. بعضی موقع هم شما هیچ دخالتی در ربات نداری،
این برای حالتیه که فردی که داره از خدمات ربات استفاده میکنه اندک دانشی هم در حوزه تکنیکال و کریپتوکارنسی نداره، فقط داره اعتماد میکنه به بروکرش. بروکرچی مثل مثلا کوین بیس یا کراکن میاد میگه که تو به جای من بخر بفروش، انقدر از سود مال تو. مثل همین مدل های سبدگردانی میشه که تو بازار سرمایه وجود داره. در حوزه عرض شود سرمایه گذاری، روش های سرمایه گذاری و معامله در کریپتوکارنسی، ببین روش های مختلفی داره که من الان میخوام به این بپردازم. ببین توی ترکیب پورتفو توی دوره 0 تا 100 بهش پرداختیم. ببینید یه چیز بالغ بر 92.3% از کل مارکت کپ بازار در اختیار همون 50 تا ارز اوله، و این عدد در این مارکت کپ در 20 تای اول به بالغ بر 85% کل مارکت کپ ختم میشه. لذا اگر من برم از بین این 8000 خورده ای ارز بخوام یه ارزی رو وسط پیدا کنم، یکم بهم گفته ببین چه پامپ و دامپی شده، قیمتش هم نگاه کنم، ولی میدونم که مارکت کپ کوچیکی داره، انگار رفتم توی باتلاقی. ببخشید این مثالو میزنم، من واقعا عذرخواهی میکنم، واقعا مثل باتلاق میمونه. دوستانی که تجربه خرید و فروش سهم تو سهمایی که شناوری پایین دارن، تو سهمایی که نمودارشون نمودار آبنرمالیه توی رشد، مشخصه که منیپولیشن توش انجام شده، اینا بزرگترین ریسکه. یعنی رفتن توی ارزهایی که مارکت کپ کوچیکی دارن، چون رفتن همانو غرق شدن همانو، از توش نمیشه در اومد، و این رو به دفعات شما شاید توی بازار سرمایه دیده باشین. حالا چجوری بخریم ما باشه فر به نظر تو، تو که میگی که من مثلا فلانم، بگو چه کار کنم. ببینید یه ترکیب ساده برای یه سبدی تا پایان 2021 میتونه تشکیل شده از این مدل باشه، مدلی که من به شما پیشنهاد میکنم با توجه به شرایطی که بازار داره. ببین از 5000 به بعد یه ریپ کوچیکی که بخواد بیت بزنه کل بازار رم میکنه. شاه آلت کوین ها اتره و کوریلیشن اتر با بیت بسیار بالا و نزدیک به همه، یعنی از قیمت هم دیگه تاثیر میپذیرن، هر موقع این میره بالا اونم میره بالا. حالا شما فرض کن کل بیت، دیدم یه سوالی فکر کنم گروه شما بود امروز توی تلگرام یا واتساپ سوال شده بود که چرا بازار اینجوری شد. ببین چشم بازار به بیته.